سلام و عرض ادب و احترام، خوش اومدید به کانال منحرفان شریف. توی این ویدیو در مورد ندا یاسی همه چی رو بهتون میگم و اینکه الان در چه شرایطی هست و اینکه همین الان یه خبری اومد که فتحعلی اویسی بازیگر فوق‌العاده خوب کشورمون هم به کما رفته که اخبارش رو با بررسی که من کردم حتما در ادامه ویدیو بهتون میگم. قبل از هر چیز خیلی ممنون میشم اگر این ویدیو رو لایک بکنید و اگه هنوز عضو کانال نیستید روی دکمه سابسکرایب هم کلیک کنید. خیلی ممنونم. ندا یاسی بعد از شایعه های عجیب و غریبش و این یک ماهی که گذشت بالاخره در ترکیه دیده شد. بماند که یه سری از مخاطبای کانال منحرفان شریف هم در کامنت ها یکی دوتا دیدم که نوشته بودن ما همسایه ندا یاسی هستیم و دیدیمش. حالا نمیدونم تا چه حد درسته این مطلب، ولی خب یکی از دوستان صمیمی ندا یاسی در مورد این قضیه شفاف سازی کرد و گفت ندا یاسی رو دیده. اگه یادتون باشه پیج ندا یاسی هک شد، بعدش هم کلا از دسترس خارج شد. اون بالای پیجش هم نوشته بود ریممبرینگ، اما آخرین لحظاتی که پیجش هنوز در دسترس بود اون ریممبرینگ از بین رفت. یعنی منظورم از ریممبرینگ کلمه ای هست که اینستاگرام برای پیج هایی که اون فرد فوت شده این کلمه رو میاره اون بالای پیج قرار میده. آخرین لحظاتی که اون پیج در دسترس بود این کلمه از بین رفت و معلوم شد که اینستاگرام حرفشو پس گرفته و ندا یاسی نمرده. اما پیج ندا یاسی الان برگشته و هیچ مشکلی هم نداره. من فکر میکنم حتی اون هک شدنش هم یه جورایی حاشیه سازی بود و واقعیت نداشت. خبر بعدی در مورد بازیگر بسیار خوب و عزیز کشورمون فتحعلی اویسیه. چندین پیج اینستاگرام اومدن گفتن محمد شیری بازیگر بسیار عزیز و بزرگوار اومده یک مطلبی گفته که فتحعلی اویسی در کماست. این موضوعی که بهتون دارم میگم همین 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش همه این پیجا دارن این مطلب رو میزنن، یعنی مطلب کاملا تازه هست. به خاطر همین منم رفتم پیج آقای محمد شیری رو دیدم و هیچ استوری از ایشون مبنی بر اینکه فتحعلی اویسی در کماست نیومده. هیچ پستی هم برای فتحعلی اویسی نذاشتن که ایشون در کماست. به دلیل اینکه این پیج ها اعلام کردن که محمد شیری همچین حرفی زده و من پیج محمد شیری رو هم چک کردم و ایشون همچین حرفی رو نزده بود، امیدوار هستم که این خبر شایعه باشه و فتحعلی اویسی در سلامتی کامل به زندگی خودش ادامه بده. ما خیلی دوستش داریم و بسیار از ایشون خاطره داریم. البته اخیراً یه خبری هم اومد که مریم امیرجلالی گفته که با فتحعلی اویسی تلفنی صحبت کرده و آقای اویسی حالشون کاملا خوبه. امیدواریم که این خبر درست باشه و آقای اویسی حالشون خوب باشه. آخرین خبرم از آقای مهرآوران پیشکسوت و بازیگر دوست داشتنی کشورمون که دو دوز واکسن رو هم زدن و به کرونا مبتلا شدن این بود که گلوشون رو جراحی کردن و از راه گلو و اون شکافی که ایجاد شده یه لوله نصب شده و میتونن نفس بکشن و فعلا حالشون رو به بهبودیه. برای ایشون و همه بیماران آرزوی سلامتی داریم. اما شقایق دهقان راز طلاقش رو در یک برنامه‌ای که با آقای جیرانی مصاحبه کردن گفت و گفت که 2.5 سال هست که متارکه کردن. شقایق دهقان گفته مهراب قاسمخانی همیشه مثل مافوق بود و مثل رئیس بود. شقایق دهقان گفته نویسندگی رو به اندازه بازیگری و حتی بیشتر از بازیگری دوست داره و مقداری تنبلیش باعث شده که بازیگری براش آسان‌تر باشه و به بازیگری بپردازه. او در مورد اینکه مهراب قاسمخانی چقدر تأثیر داشته روی خانم دهقان که باعث شده که ایشون به نویسندگی علاقه پیدا کنه گفته قطعاً وقتی با گروهی کار میکنید و کسی کنارتونه که دائم در حال نوشتن و نویسندگیه بر روی شما تأثیر میذاره. اما این آخری ها به مشکل خورده بودیم. آدم وقتی پیر میشه آستانه تحملش پایین میاد. مهراب قاسمخانی همیشه رئیس بود و مافوق بود و بالاتر. دیگه به جایی رسیده بود که گفتم خدایا اگه بخوام الان شروع به نوشتن کنم کارم به چالش میکشه و اصلا ولش کن. دهقان در جواب سوال فریدون جیرانی که گفته آیا همچنان با مهراب قاسمخانی زندگی میکنید یا نه، گفته که به مدت 2.5 سال هست که متارکه کردم. الان دوباره دارم تلاش میکنم و اگه شروع به نوشتن کنم و به نویسندگی وصل بشم خیلی از نقش هایی رو که الان بازی میکنم بازی نخواهم کرد، ولی نمیدونم چرا آدم ها برای رسیدن به آرزوهاشون اینقدر تنبلند و همت نمیکنن. اما شقایق دهقان در مورد ممنوعیت هایی که در فیلم سازی و سریال سازی صدا و سیما هست گفته که ما زمانی که پاورچین و نقطه چین رو میساختیم زن و
مرد نمیتونستن کنار هم دیگه روی یک مبل بشینن و باید حتما روی دوتا مبل مختلف مینشستن که وسطشون این تکیگاه‌های مبل باشه که یه فاصله‌ای بینشون بیفته. البته فکر کنم خانم دهقان این عکس‌ها رو یادشون رفته بود. مسلماً که ایشون دروغ که نمیگن، خب قطعاً مخصوصا سال 81 و زمانی که پاورچین و نقطه چین ساخته شده قطعا ممنوعیت ها حتی بیشتر هم بوده و به هر حال این عکس ها هم وجود داره. لطفا نظرات خودتون رو بنویسید. خیلی ممنونم از توجه شما عزیزان. اگر این ویدیو رو لایک بکنید لطف بزرگی کردید. همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو هم در تصویر مشاهده می‌کنید که اگر روی این لوگو یک کلیک ساده بکنید میتونید به راحتی عضو کانال بشید. دو تا ویدیوی دیگه هم روی صفحه هست که میتونه براتون جالب باشه. خیلی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.